در طراحی آشوب‌های شنبه و یک شنبه استفاده از سلاح گرم و کشتن مردم در دستور کار جدی طراحان بوده است. از پشت یه صدای گوله شنیدم و بعدش اصابت که هیچ متوجه نشدم. این یکی مامان دیدم یکی انگار از پشت زد فقط سوختن. حتما سوارجان قبل از اینکه به وادای پستی مراجعه داشته باشن از طریق رهگیری بارکد در واقع کارت سوخت در پورتال شرکت ملی پست نسبت به محل معطل شدن آگاهی قبلی داشته باشن که انشالله به صورت هدفمند مراجعه داشته باشن و ما بتونیم کارت را تقدیم شهروندان بکنیم. شما حقوق مردم هم باید بسنجید. تو خارج میگه مثلا بنزین خیلی بالاتر از ایرانه، خب قبول، ولی خب اونا حقوقشون بالاتره. در طول 5 سال باید می آورد پایین بالا، هر سال 300 تومن 500 تومن یه مو با 300% آوردن زندگی مردم مختل کردن. دولت باید شفاف با مردم بر بده، شفاف. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات می فرستیم بر حضرت محمد و آل محمد. سلام خانم ها و آقایان، شبتون بخیر باشه. خوش آمدین به خبر 23. جوشش غیرت ایرانیان در برابر دخالت‌های بیگانگان. خیابان‌های همه استان‌های ایران امروز میزبان مردمی بود که بنزین برای اونها هم گرون شده، اما غرورشون اجازه نداد در برابر فتنه انگیزی‌های آشوبگران و خارج نشین‌ها بی‌تفاوت باشند و در دفاع از کشورشون به خیابون‌ها آمدند و راهپیمایی کردند. اوج شکوه این راهپیمایی‌ها در فارس، اصفهان، سیستان و بلوچستان، قم، البرز، سمنان، کوهگیلویه و بویراحمد، کرمان، هرمزگان، چهارمحال و بختیاری، گیلان و تهران بود. با هم گوشه‌ای از این بصیرت و موقع شناسی شما ایرانیان رو به تماشا می‌نشینیم. بخوام بری با ادب بلرزیم. ای فتنه‌گر بیریشه، شیراز دمشق نمیشه. با آشوبگرا میگم که با صبوری این مرحله رو ما پشت سر میذاریم. هیچ کاری نمیتونن بکنن. ملت ما تا پای جون برای رهبری و این انقلاب وایساده. کشورمون رو تنها نمیذاریم. هیچ اعتراضگر به قیمت بنزین کسی رو جایی رو آتیش نمیزنه، به اموال عمومی آسیب نمیرسونه. اما روش اونها روش ما نیست. ما مسالمت آمیز میگم، اعتراض میکنم، اعلام میکنیم. ما اعتراض داریم ولی این اختشاشات ها، این ضربه زدن به جامعه درستش نبود متاسفانه. به پشتوانه نظام و حمایت از نظام اومده. ما مشکلمون با کمکاری مسئولینه، ما مشکل با نظام و انقلاب و رهبر نداریم. ما صفمون رو باید از اشرار جدا کنیم. کسایی که به بهانه مشکلات اقتصادی میان دق دلیشون رو و اون بغضشون رو میخوان از ملت انقلابی ایران بگیرن، ما صفمون رو از اونا جدا میکنیم. ما انقلابمون رو دوست داریم اما معترض اقتصادی هم هستیم. خودمون رو از اشرار جدا میدونیم. من
اومدیم تا اینکه بگیم که با وجود هر مشکلی ما کشورمون رو می‌خوایم، امنیتش رو می‌خوایم و هیچ وقت اهدافی که آمریکا و اسرائیل دنبالش هستن رو پیروی نمی‌کنیم. مردم ایران اسلامی به خصوص مردم استان کرمان خط قرمزشون نظام و رهبریه و هیچ زمان اجازه نخواهند داد که یک سری اغتشاشگر قرار باشه به منافع ملیشون آسیب بزنن. آشوبگران میخوان که قدرت نظام را از بین ببرن، قدرت اسلام را از بین ببرن. ما به خاطر این آمدیم که به آمریکا و اسرائیل نشون بدیم که ما در صحنه هستیم. تا کمتر از 4 ساعت دیگه سهمیه بنزین آذر ماه در کارت‌های سوخت شارژ میشه، اما دیشب هم با واریز دومین مرحله از یارانه معیشتی حساب 20 میلیون نفر دیگه شارژ شد. ساعت 24 دیشب مرحله دوم کمک معیشتی که برای جبران افزایش نرخ بنزین در دستور کار دولت قرار گرفته به حساب سرپرستان خانوار 20 میلیون نفر دیگه واریز. بخش سوم حمایت‌های معیشتی هم انشاءالله بخش پایانیش روز شنبه ساعت 24 دوم آذر ماه به حساب هموطنان عزیزمون واریز میشه و با این احتساب این سه مرحله بیش از 60 میلیون نفر از این کمک‌های حمایت معیشتی بهره‌مند خواهند شد. احیاناً اگر تا روز یک شنبه عزیزانی بودند که این حمایت‌های معیشتی دریافت نکردند و درخواست دریافت این کمک‌ها داشته باشند، میتونن از طریق مسیرهایی که همکاران عزیز من در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام میکنن با اعلام کد ملیشون درخواست بررسی مجدد کنن و انشالله بعد از بررسی اگر مورد تایید قرار گرفت حمایت‌های معیشتی مشمول اون عزیزان هم خواهد شد. کسانی که مشمول این طرح نشدن میتونند از روز یک شنبه با ارسال شماره ملی سرپرست خانوار به سامانه 3369 موضوع رو پیگیری کنند. البته شماره تلفن همراهی هم که از اون پیامک ارسال میشه باید به نام سرپرست خانوار باشه. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هم امروز یه بار دیگه از ذخیره‌سازی سهمیه بنزین آبان خودروها و موتورسیکلت‌های شخصی در صورت استفاده نشدن تا 6 ماه آینده خبر داده و تأکید کرده حتی سهمیه سوخت کسانی که کارت سوختشون صادر نشده و یا اون دسته از افرادی که کارتشون رو دریافت نکردن هم محفوظه. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی همچنین با تکذیب شایعه مربوط به تخصیص سهمیه سوخت به یکی از خودروهای مالکان چند خودرو تأکید کرده تا حالا سیاست خاصی به این شرکت ابلاغ نشده و سهمیه بنزین به کارت همه خودروها تعلق می‌گیرد. به گفته مجری کشوری طرح توزیع کارت هوشمند سوخت، فردا جمعه اول آذر بیش از 1000 دفتر خدمات الکترونیک پلیس به علاوه 10 برای ارائه خدمات به متقاضیان دریافت کارت سوخت المثنا بازه و افرادی که هنوز کارت سوخت نگرفتند و یا کارت به دستشون نرسیده میتونند به این دفاتر مراجعه کنند. تمامی واحدهای منتخب از ساعت 8 صبح تا ساعت 17 آماده خدمت رسانی به شهروندان عزیز هستند. من فقط خواهشی که دارم حتما متقاضیان قبل از این که به واحدهای پستی مراجعه داشته باشن از طریق رهگیری بارکد در واقع کارت سوخت در پورتال شرکت ملی پست نسبت به محل معطل شدن آگاهی قبلی داشته باشن که انشالله به صورت هدفمند مراجعه داشته باشن و ما بتونیم کارت را تقدیم شهروندان بکنیم. شما بیننده 23 هستید.
پیاده نظام صحنه‌گردان آشوب‌های اخیر یک به یک در چنگ قانون. سخنگوی قوه قضاییه امروز از دستگیری عامل انسداد بزرگراه امام علی خبر داد. اونطور که آقای اسماعیلی گفته، این متهم بازنشسته سفارت ایران در کشور دانمارک بوده که از بازرسی منزلش تجهیزات مربوط به جاسوسی و دیگر تجهیزات الکترونیک کشف شده. اما در حالی که مناطق مختلف کشور روزهای آرومی رو طی می‌کنند، ماشین جنگ روانی و رسانه‌ای دشمن همچنان تلاش می‌کنه تصاویری متفاوت از ایران مخابره کنه. ایران روزهای آرام و همیشگی خود را سپری می‌کند. شرایطی که برای آمریکایی‌ها و رسانه‌های وابسته به آنها بسیار سخت و دردناک است. به همین دلیل همچنان در حال پخش برنامه‌های ویژه و فوری خود از ایران هستند. مثل چند روز گذشته با شما هستیم با پوشش ویژه اعتراض‌ها در ایران. امروز هم برنامه‌های خبریمون را زودتر آغاز می‌کنیم. همچنان بر روی تصاویر تکراری روزهای شنبه و یک شنبه مانور می‌دهند. پلیس ساختمانی همه را آتیش زدند. سرکوب، تشدید فضای امنیتی و حتی این شبکه آل سعود تصاویر سال 88 را به نام 98 برای مخاطبان پخش می‌کند. بیمارستان مدنی کرج، رسانه‌هایی که جای روح الله زم مدیر آمد نیوز را هم خالی می‌دانند. واقعاً در این بهار مبارزاتی امروز جای آمد نیوز و جای آقای زم واقعاً خالی است. اما بد نیست بار دیگر به روزهای شنبه و یک شنبه بازگردیم. هسته های کوچک و سازمان یافته‌ای که وظیفه موج سواری بر مطالبات مردم را دارند. در این هسته ها عمدتاً برخی زنان و دختران نقش محوری را دارند. برای تحریک افکار عمومی هم از واژه غیرت استفاده می شود. مثلا اینجا در تهران پارس شنبه صبح. یا اینجا در دانشگاه تهران روز یک شنبه. هسته های کوچک عملیاتی و با محوریت برخی زنان را در این عکس ها بهتر می تواندید. روز شنبه فلکی دوم صادقیه. یا اینجا روز یک شنبه ساعت 8:30 شب خیابان انقلاب. تعدادی از زنان برای تحریک افکار عمومی به صورت سازمان یافته بر روی زمین نشستند. در آشوب های شنبه و یک شنبه خشونت رمز عملیات بود. خشونت های بسیار بالا و تخریب اموال عمومی. نمونه آن را اینجا شنبه شب در بزرگراه ستاری می توانید. یا در این عکس که افرادی سازمان یافته در میدان شوش برای عملیات تخریبی آماده می شوند. در این تصویر هم که مربوط به ساعت 5:30 عصر در خیابان پیامبر است، فردی به صورت سازمان یافته ابتدا شیشه بانک را می شکند و سپس مواد آتش‌زا به داخل آن پرتاب می کند. و در اینجا در گلستان در خیابان آیت الله کاشانی افرادی به صورت سازمان یافته به یک بانک حمله می کنند. هنگامی هم که با اعتراض ساکنان آن ساختمان مواجه می شوند، شروع به تهدید و ناسزاگویی می کنند. حالا رسانه های بیگانه که در ماجرای آشوب ها و اختشاش ها به آخر خط رسیدند و شکست طراحی دو ساله را جلوی چشمان خود میبینند، همچنان تلاش دارند آموزش آشوب و خشونت بدهند. یک راهش این هست که خیابان ها رو مسدود بکنن، مردم خودروهای خود نهادهای دولتی رو، سپاه رو، بسیج رو بگیرن، سرقت کنن و مسیرها رو ببندن و حتی این خودروها رو به سمت اون موتور سوارا و غیره سوق بدن، به پادگان ها حمله بکنن، به کلانتری ها حمله کنن و سلاحایی که اونجا به دست میارن باز برای مقاصد دفاع مشروع و نه حمله استفاده کنن، یا اینکه خیابان ها رو باز خندق بکنن. در این شبکه های وهابی هم آنقدر دروغ های بزرگ مخابره می شود که این شبکه ها توسط مردم دست انداخته می شوند. این فقط رسانه های لندنی و سعودی نیستند که در اوج شکست همچنان تلاش برای احیای طرح شکست خورده دارند. مقامات امریکایی نیز تلاش می کنند تا به اقتشاشات شکست خورده تنفس مصنوعی بدهند. I had a sense that there would be protests in the future. And I know that the regime tries to shut down the ability. احساس همین بود که در آینده نیز اعتراض‌هایی رخ خواهد داد و می‌دانم که رژیم می‌کوشد توانایی مردم ایران برای ارتباط با یکدیگر را قطع کند.
بنابراین همکاری با تعدادی از شرکت‌های خصوصی در حوزه فناوری را آغاز کردم و ما توانستیم ابزارهایی برای دور زدن فیلترینگ به دست مردم ایران برسانیم. مقامات آمریکایی که به گفته خودشان برای چنین روزهایی برنامه ریزی کرده بودند، نمی‌توانند باور کنند که طراحی آنها در جلوی چشمانشان و در عرض 48 ساعت به باد فنا رفته است. اشرار و آشوبگران را مردم می‌خوانند و مدام صحبت از حمایت می‌کنند. مثل مایک پنس، معاون ترامپ که در صفحه شخصیش نوشته پیام آمریکا مشخص است. آمریکایی‌ها در کنار مردم ایران ایستادند. در طراحی آشوب‌های شنبه و یکشنبه استفاده از سلاح گرم و کشتن مردم در دستور کار جدی طراحان بوده است. این چند مصاحبه نمونه آشکار از پروژه اصلی آشوب‌های اخیر است. ساعت بود 9:30 بود، رفتم میدون اسلام‌شهر لبو بگیرم. بعد رفتنی که خبری نبود. بعد ساعت 10:30 رسیدم اونجا، دیدم اونور شلوغ شده. اصلاً نشد بگیریم. داشتم برمیگشتم سمت سبزش و گلستان، اینا آتش سوزی اینا کردن شلوغ شده. اومدم سر خیابون سلطان آباد که اونجا کاسم گفت، دیدم اونجا شلوغ شده. چون مسیر دیگه نداره، بعد بعد بری بعد از اون مردو بزنی باز بسیر خودم باب میمدم. اومدم مادران راستی که ناتیش زده بودن، برده دادم که داشتم پیشم بود، اومد پیاده شد، گفتم نه تو ببشیم پشت فرمون، من میکشم بغل بریم. وقتی رفت پشت فرمون گذاشت آور زدن، بعد همه رفتن. بعد اون ماشین رو برداشت رفتم و من داشتم رفتن سمت ماشین، دیگه نفهمیدم شد بیدم تیر خورد. تیر خورد به؟ آره. تیر رو میگن نمیدونم جنگی بوده یا چیزی، ولی سه تا تیر الان داخل شکمم، چیز شده من در نیوردم. روز شنبه بود، من سمت کرج دفتر دارم، دیدم که یه سری دارن بانک‌ها رو میشکونن و آتیش میزنن، دارن میرن به سمت بالا. من بانک ملت منظری کرج شعبه ممتازه، اونجا تا ساعت 4:30 بازه، چون دوستان اونجا هستن من سری رفتم اونجا که گفتم در رو قفل کنید دارن میان. در رو قفل کردم، ما تو داخل بودیم که رسیدن شروع کردم به شکوندن شیشه ها، دور تا دور اونجا هم شیشه است بانک، شیشه ها رو شکوندن، ما داخل بودیم که آتیش پرت کردن که بانک آتیش بزنن، با کپسول آتش نشانی خاموش کردیم که دیگه دیدیم اوضاع خیلی وخیمه. رفتیم بالا پشتمون، کارمندا رو بردیم بالا پشتمون، از گاراژ بغل نردمون گشتیم رفتیم بیرون. در رو قفل کردم که اومدم ردشم، باید از اونجا رد می‌شدم، دیدم هوا دیگه تاریک شده بود، چراغای وسط بولوار رو شکنده بودن که داشتم رد میشدم دیگه از پشت یا صدای گوله شنیدم و که بعدش حسابات کردم هیچ متوجه نشدم. کجا حسابات کرده؟ قسمت بین کمر، یه ذره پایین تر از کمرم، بین کمر و بازو، یه ذره پایین ترش، بله بین لگن و کمر. من از خونه با خواهر کوچیکم راه افتادم به طرف مغازه. خونتون کجاست؟ خونمون شهر قدسه. بعد از اونجا رفتم داخل مغازه خرید کردم، اومدم بیرون یهو از این طرف یه چیزی خورد به دستم فلج شد، یعنی افتادم دیگه، افتادم رو زمین. بچه خودم رو نیا کردم، شلوارینامو همش خون بود. دور و بر شلوغ بود یا نه؟ نه خلوت بود، عادی بود. بله، عظم احمد بیگی هستم، مادر محمد رضا نجفی. چه اتفاقی برای محمد رضا عزیز افتاد؟ آقا محمد رضا شنبه صبح میره تهران سر کار، شهید باکری برف گیر میشه، بعد برمیگرده. وقتی که برف میاد تقریبا ساعت 4:30 برمیگرده، تا بیاد برسه ربات کردن میبینه کلا خیابونا شلوغه، هر کی هم ماشینی میبینن میگن که اگه پارک نکنی ماشین تا آتیش میزنیم. برمیگرده میاد میره خیابون آبرسانی، تو کوچه پس کوچه ماشینشو پارک کنه که پیاده بیاد خونه. ماشینشو پارک میکنه از سربالای خیابون آبرسانی، سربالایی رو میاد به طرف تاکسی ها بیاد، فقط اینو میگه که مامان دیدم یکی انگار از پشت زد، فقط سوختم. بیمارستان همه چیشو برده بودن، انگشترش، ساعتش، گوشیش، همه چیشو، کتونیاش، تا کتونیاشو برده بودن، یعنی رحم نکرده بودن. خونه برادرم که تو پیان بود دعوت بودیم اونجا، بعد رفتیم اونجا گفتیم تا شنبه که نوبت مادرم میاد میریم اونجا. یه استرید دارو داشت واسش، مادرم خیلی درد شدید داشت، رفتم دارو رو گرفتم واسش، چند دارو گرفتم با دوست آب میوه. بعد از همون خیابون اصلی که از میدون ایمان که داریم یا اینور جمعیت اون شلوغ بود، من گفتم به جمعیت نخورم، از بقا رد شدم اومدم اینور. بعد یه ماشین جلو من داشت می اومدن، چهار نفر توش بود،
نقابم بسته بودن. من از راه خودم ادامه دادم. بعد دو سه تا تیر انداختن. من باز فرار کردم. دیدم از یکش خورد به شکمم. از پشتم باز بهم شلیک شد. من زمین افتادم. شما داشتین راه خودتون رو می‌رفتین؟ یه ماشین تو شفراد مسلح بودن؟ آره دو تا اتفاقی از بغل اینا ورده بودن بیرون. اصلاهاشونو میدیدی؟ آره نمیدونم چی هم ولی اصلاهاش ندیدم. از بغل این هم کنون نشسته بودن رو پنجره. ماشین شخصی بود؟ پرو 405 بود. نمیدونم فکر کنم آره مشکی بود. این مصاحبه ها تنها گوشه ای از واقعیات و پشت پرده آشوب های شنبه و یک شنبه بوده. حالا امریکایی ها و رسانه های آنها بعد از شکست در این طراحی وارد فاز جدیدی شدند تا جای اشرار و مردم را عوض کنند و جلاد را به جای مظلوم بنشانند. اما این بار هم به جایی نخواهند رسید. آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرگزاری صدا و سیما. و حالا بیننده چند خبر از ایران و جهان باشین. رکورد شکنی ترافیک داخلی در غیاب اینترنت. شبکه ملی اطلاعات دارای نقص اما مطمئن. هنگامی که اینترنت دچار اختلال شده بود و محدودیت شده بود، توانستیم بسیاری از خدمات اصلی کشور رو دایر نگه بداریم، مثل خدمات بانکی، مثل خدمات حمل و نقل و سایر خدماتی که در این حوزه وجود داره، خدمات دولتی. ترافیک داخلی ما از 750 گیگابیت در ثانیه هم تجاوز کرد که این یک رشد چند برابری بود. به هر حال نواقصی وجود داره. به هر حال ما پیام رسان ملی مناسبی که بتواند نیازهای پیام رسانی مردم رو تامین بوده بکنه دچار کمبودهایی هستیم، ولی پیام رسان های منتخب ما، داخلی ما، در این چند روز از اقبال بسیار بالایی برخوردار بودن. ما در این چند روز رکورد ترافیک داخلی رو شکندیم. آسمان سمنان فردا ولایی می شود. بیش از 400 هزار کیلومتر از منطقه عمومی سمنان روز جمعه با برگزاری رزمایش مدافعان آسمان ولایت 98 در سیطره قدرت نمایی پدافند هوایی نیروهای مسلح قرار می گیرد. در این رزمایش با شبیه سازی منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز، انواع سامانه های بومی موشکی و راداری به عملیات مقابله با انواع تهدیدات هوایی خواهد پرداخت. سامانه تاکتیکی مرساد هستش که توسط پرسنل بومی خود کشورمون تولید شده. رزمایش در یک فضای بسیار گسترده است. شبیه‌سازی یکی از مناطق رزمی جنوب کشور هست که در منطقه سمنان انجام شده. این اطمینان رو میدیم به مردم که مطمئن باشن سربازانشون به صورت 24 ساعته آسمان جمهوری اسلامی رو حراست و پاسداری میکنن. فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور با حضور در جمع همرزماشون ضمن بازدید از مراحل میدانی و مدیریتی این رزمایش، فضای آسمان کشور رو جزو خطوط قرمز. وظیفه نیروهای مسلح اینه که دشمن رو مایوس کنن از اینکه میتوانن از نظر نظامی به این کشور لطمه‌ای وارد کنن، که تا حد زیادی تا این لحظه هم موفق شد. بی اطلاعی کامل نیروهای دفاع کننده از زمان و نوع عملیات نیروهای مهاجم در رویارویی دو طرفه از ویژگی‌های بارز این نمایش قدرت. اتهام زنی در عین متهم بودن، دست پیش آژانس انرژی اتمی برای پس نیافتادن. مدیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از نشست شورای حکام ادعا کرد در یک منطقه اعلام نشده از ایران آثاری از اورانیوم پیدا شده. کورونل فروتا از ایران خواسته درباره مسائل مبهم توضیح بده. این در حالیه که قبل از ادعاهای مدیر کل موقت آژانس، ایران پیشتر از کشف مواد مشکوک همراه یکی از بازرسان آژانس خبر داده بود. سخنگوی وزارت خارجه کشورمون هم امروز گفت ایران گزارش این خرابکاری رو به آژانس داده اما هنوز جواب نگرفت. یکی از این بازرسین آژانس وقتی که وارد سایت مربوطه میشه، دیتکتورهای ما اونجا یه مواد خطرناکی رو مثلا شناسایی کردن که یک نفر از این بازرسین حامل اون ماده خطرناک بوده. در اظهاراتی هم که ایشون داشته تایید کرده که چنین ماده‌ای بوده، اما خب دلایلش رو به مسائل مختلف ارتباط داده که خب البته در حال بررسی هست. جمهوری اسلامی ایران بلافاصله موضوع رو به آژانس گزارش کرد و مستنداتشون هم
تهیه کرد، ارسال کرده و ما الان منتظر هستیم ببینیم که آژانس چه پاسخی خواهد داد. ظریف در گفتگو با همتای ژاپنیش از بدعهدی غربی‌ها گلایه کرد. وزیر خارجه کشورمون در گفتگوی تلفنی به وزیر خارجه ژاپن ضمن تاکید بر توسعه، تقویت روابط و افزایش همکاری‌ها در زمین‌های مختلف گریزی هم به عملکرد کشورهای مختلف بعد از تحریم‌های ظالمانه آمریکا زد و گفت هیچ کدوم از تضمین‌ها و منافع اقتصادی وعده داده شده در توافق هسته‌ای بعد از اعمال تحریم‌های آمریکا عملی نشده. وزرای خارجه ایران و ژاپن همچنین در این گفتگوی تلفنی بر حفظ روابط نزدیک تاکید کردند. و رئیس جمهور آمریکا یک قدم نزدیکتر به پرتگاه استیزاه. سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا شهادت داده. دونالد ترامپ او را مجبور کرده با ماجرای اوکراین گیت هماهنگ باشه. گوردون ساندلند گفته رئیس جمهور آمریکا با تعلیق کمک نظامی 400 میلیون دلاری به اوکراین، رئیس جمهور اوکراین رو تحت فشار قرار داده تا درباره فساد مالی پسر جو بایدن تحقیق کنه. پس از شهادت ساندلند، رئیس جمهور آمریکا با عصبانیت مدعی شده اصلا سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا رو نمیشناسه. همزمان رقبای ترامپ در انتخابات آتی ریاست جمهوری یک به یک چهره حقیقی آمریکا رو نمایان می‌کنند. در تازه ترین گرد همایی دموکرات ها، برنی سندرز نظام سیاسی آمریکا رو فاسد خوند و گفت اقتصاد آمریکا در حال فروپاشیه. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همچنین رئیس جمهور فعلی کشورش رو فاسد ترین رئیس جمهور در تاریخ مدرن آمریکا توصیف کرده. تام استیر دموکرات هم از آنچه نژاد پرستی و بی‌عدالتی در قوانین آمریکا خونده انتقاد کرده. چند روز سوهان زدن به اعصاب و روان مردم، واکنش ها چیست؟ دوست داری در چی بپرسم؟ هر چی بپرسی ما در خدمتی. چی دوست داری شما؟ تو چی دوست داری؟ شما چی دوست داری؟ من تو دوست دارم هر چی بگی من بگم چه. در مورد گرونی بنزین. گرونی بنزین موضوع مردم گرونیه برای مردم دوست دارن حرف دلشان پخش بشه. فقط پخش بشه خواهش میکنم. من کارشناسی هم گفتم. دوست داری در مورد چی بپرسی؟ امنیت. امنیت. تصاویر برخی از ناامنی‌های اخیر مردم رو حسابی دلازرده کرد. تصویری بوده این روزا ناراحتت کنه تلویزیون پخش میشه؟ حتما. مردمی که کشته شدن اون پاسدارا، خیلی چیزا رو من ناراحت شدم واقعا. دیدیم تو تلویزیون بچه‌ی 40 روزش بود، 3 ماهش بود. دل واقعا همه به درد اومد. آخه این چه کاریه میکنه؟ بچه‌مو ببین. ببین چقدر آرومه. مرتضی اون شب نمیدونی چی به ما گذاشت. نمیدونه به ما چی میگذره. بچم نق میزنه باباشو میخواد. دوتا عزیزمون که شهید شده بودن خیلی ناراحت شدم و من به عنوان یه ایرانی شرمنده اونا. بابایی دوست دارم. تو جاهای خالی خواهم گل میدم همیجه مثل خودت باشم. شما میگی الان من این اتفاقات رو میبینم من ناراحت میشم. آره خب. دلم میاد به صلاح هموطنم کشته باشه. دلم میخواد تمام این بانگو آتیش بگیره. چرا باید آتیش بگیره؟ تصویری که آقای برای دخترش جریزی ها تهیه کرده بعد سوخته بود خیلی منو اذیت کرد. خیلی زحمت کشیدم من اینو دخترم رو اینو به اینم بابا گذارم به یه زندگی خوب یه زندگی خوبی برم خوشت برم بود. مردم از بازیگران، سناریو نویس و کارگردان این آشوب ها با خبر بود. از این تصویر کی شاد شد؟ دشمن واقعا شاد شد. آره دیگه وقتی بانک آتیش میزنی، فروشگاه رو آتیش میزنی، کار قشنگی نیستن. 100% آمریکایی ها، دشمنان ملت، اسرائیلی ها، منافقا. مردم از این جریان هنوز هم که هست ناراحتن. اما اینکه دشمنان هم برنامه ریزی کردن و سرمایه گذاری کردن برای اینکه از این فضا بهره ببرن، این واقعیت غیر قابل انکاره و مردم هم این رو کاملا درک میکنن و آگاه هستن. بعد درس گرفت که درست اعتراض کرد دیگه. اعتراضی که درست باشه نتیجه و ثمره هم میده، ولی وقتی که اشتباه باشه و باعث بی‌امنیتی مردم بشه هیچ فایده نداره. به نظرم با آرامش خیلی بهتر میشد عکس العمل نشون داد. این شلوغی‌ها
همه چیز رو خراب کرد متاسفانه. یه عده عرازل ریختن همه جا رو خراب کردن، هیچ چیزی هم درست نشد. اعتراض به این گونه فقط به ضرر باز خود مردم، از بین رفتن اموال عمومی، نگرانی خانواده ها، از بین رفتن جوان ها، اینطور نشه خیلی بهتر بود. مردم از واقعیت ها خبر دارن، از اینکه قیمت بنزین در ایران پایین است. فردی که داری زندگی میکنی توی مملکت، یعنی نباید بنزین گرون میشه؟ چرا باید گرون میشد؟ واقعا چی بخواید، بنزین تو ایران از آب ارزون تره. شما یه آب نیوزی بخواید 1000 خورده ای. 3 ساله که بنزین گرون نشد. واقعا هم ما تنها کشوری هستیم که ارزون ترین بنزین، قیمت بنزین نمیدیم. نه بنزین مسئله نیست به نظر من. بنزین قیمتش قیمت به روزیه. مردم انتظار دارن مسئولین با اونها رو راست و شفاف باشن. دولت باید شفاف با مردم هر بده، شفاف. هر بابا ما هست مشکل دارم، مثل یه پدر خانواده بره تو خونه بگه من نداشتم، امرو کاسبی نکردم، نون و ماست باید بخوریم. قبول میکنم ما عاشق نظامی، ما عاشق مملکتمونیم، به هیچ عنوانم حاضر نیستیم هیچ بیگانه تو مملکت ما دخالت کنه. ولی واقعا اگه دولت و مردم یکی هم خیلی راحت. چطوری ما شما با هم داریم دوستانه صحبت میکنیم، دولت هم همینجوری دوستانه و مردم. قبل یک ماه قبلش قشنگ صحبت میکرد آقا ما چنین دستوری برای بنزین داریم، مردم در جنش باشم، پولش برمیگرده به خودتون. دیگه این اتفاقات نمیافتاد. بالاخره یه موقعی درسته میگن مصرف زیاده، نمیدونم بی رویه است، ما وضعیتمون نفت نمیتونیم بفروشیم، همه اینا درسته. ولی نباید تو این وضعیتی که تمام چهار طرف ما دور تو آشوبه، به قول خودشون آمریکامون واساده اون بالا داره نگاه میکنه و رصد میکنه، خدمت شما عرض کنم که داره بهونه میده دستشون، داره از بیرون داره واقعا فشار میاره. خب چرا خود دولت داره بهونه داده دستشون؟ این همه اختشاش این ور اون ور، این شهر اون شهر. مردم میگفتن زمان و شرایط اجرای این طرح میتوانست بهتر از اینها باشه. درسته بنزین تو ایران ارزونه، خب ما این بحثی نداریم، ولی خب شما حقوق مردم هم باید بسنجید. تو خارج میگه مثلا بنزین خیلی بالاتر از ایرانه، خب قبول، ولی خب اونا حقوقشون بالاتره، باید گرون بشه. نباید، من نمیگم که گرون نباید بشه، ولی هر چیزی زمان خودشو داره دیگه. وقتی که مردم تو این بار فشار اقتصادی هم میان یه بار دیگه هم میذارن کل مردم، اعتماد مردم رو جلب کنن. وقتی مردم به دولت اعتماد داشته باشه هر کاری بکنه. بنزین الان مشکل داره، دولت بنزین رو گرون کنه. به نظر من این روش درستی نبود که به این صورت به این خشم کشیده بشه. بعد مردم بتونن نظر خودشون رو از همین تریبون‌هایی که حالا شما زحمت میکشین در سطح شهر هم باز اینها وجود داشته باشن تا مسئولین بهتر بتونن از نظرات مردم آگاه بشن. یکم خب آمادگی ذهنی ایجاد کردن. آقا شما مثلا میتونید بکنید 1200 تومان، 1500 تومان، 2000 تومان، 2500 تومان، کم کم ببریش بالا، ذهن یکم آماده بشه. این از کارشناسا واقعا نخبه داریم، نخبه ها رو بیارن به کار. از کارشناسا همین مسئله بنزین، من خودم شخصی تو فضای مجازی دیدم چقدر کارشناسا راحت این مسئله رو حل کردن. یه جوری اصلا بیان کردن که واقعا هم مردم خوشحال میشدن، به نفع مردم بود، هم به نفع خود دولت بود. بعد از این موارد استفاده کنن. از مسئولین اطمینان خاطر میخواستن برای اینکه قیمت ها بالا نرود. مسئولین باید به مردم اطمینان بدن که گرونی در کار نیست، این مشکلاتو کم کنن واسه مردم. آقای تعذیرات و مسئولین و بازرسی کل کشور، درسته؟ بگو از دیروز تا پریروز تا امروز به میدان تربار خودتون که دولتیه، وزیر نظر خودتون هست، مراجعه کردن و قیمتا رو دیدی؟ همین مردم همونایی هستن که تا آخرین لحظه پای نظام هم وایسادن، بعد از اینم وای میسن. اگر درست باشه آخه منم بیکارم، من خودم الان بیکارم، خب بنزینم گیرون بکنن، خب بعد چیکار باید بکنم؟ من با پسر دم بخت دارم، دختر دم بخت دارم، محصل، خب با چیکار بکنم؟ مسجلم هستم، با چیکار بکنم؟ بنزین در طول 5 سال باید می آورد پای بالا، هر سال 300 تومن 500 تومن یه ما بس 300% آوردن، زندگی مردم مختل کردنه دیگه، یه سه طبیعیه. متشکرم. چون ناگهانی نباید بیم. نباید ناگهانی باشه، چون مردم ناگهانی هم درآمد ندارن که. من کارمند ببخش چه درآمدی دارم که 1200 تومن چقدر باید بشه؟ میشه 3600؟ نمیشه که. ما از تمام مسئولین شنیدیم که روی هیچ گزینه یک ریال ما افزایش قیمت نداریم. من امروز از صبح بلند شدم رفتم هر جایی،
خدا شاهده نسبت به روز گذشته شاید چی بگم درصد نمیشه گذاشت، یعنی هرچی گفت ما دادیم. روز از ساعت اول با 4 نفر دعوا کردیم که نرخ اینه، با هر کی هم صحبت کردیم گفت با اون مسئول، از اون مسئولی بگیرید که بهتون گفته. مستمر باید باشه، نه اینکه به خاطر یه ماه دو ماه که صدای مردم رو بخوابونن، ناراحتی مردم رو بگن ما حواسمون هست بخوان کم بکنن، بگن حالا رسیدگی میکنیم، رسیدگیاشون هم هی تو اخبارهای مختلف شبکه‌ها نشون بدن، ولی بعدش دیگه ول کنن به امون خدا. خلاصه امروز مردم خیلی از حرفاشون رو با صدا و سیما زدن، اما یکی از حرفای مهمی که از مردم من امروز شنیدم بحث نظارت ها بود. نظارت های جدی و بیشتر و مستمر بعد از چنین تصمیم مهمی. یوسف سلامی، خبرگزاری صدا و سیما. شب بخیر و خداحافظ.